بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم، وصحل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعالا لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بحمد وصفة صوصتا الشيء بيحاد بار خداوند متعال، وبدرود بيفايان بار محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی، از مؤمنان و صالحان و حاجویان و مرصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید، و شما سروران ارجمند را، و شما برادران و خواهران محترم را، و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند، و خداوند را شاکریم که من و شما توفیق داده که از میان این همه بلندگوهای کفر و شرک و بدعت و ضلالت در گرد کتابش، در گرد سخنش زانوی ادب بزنیم، از فرامینش، از راهنمایی هایش، از نورش، از خورشید معنویتش برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت خیش سود ببریم. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریف 35 از سوره مبارک ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. خدایا بتانی که اینک به فاست بباشید. 35. بیادار وقتی که گفتا خلیل که ای کردگار بزرگ و جلیل، وزیدم کنون مکه را در مکان، نگفت نجف را، نگفت قوم را که بتخانه های شیعان، وزیدم کنون مکه را در مکان، برایم نما شهری امن و امان. الان مسئولان ایران که در مکه یا مدینه میرن بدون اسکورت تو خیابان کسی باشون کاری نداره، تو کشور خودشون از ملت خودشون میترسن. گزیدم کنون مکه را در مکان، برایم نما شهری امن و امان. من و کودکان مرا ای غفور، نگفته کودکان، گفته ذریه مرا. اینجا اشتباه ترجمه کرده، کودک و ذریه فرق داره. من و کودکان مرا ای غفور، خود از بت پرستی همی دار دور. خدایا بتانی که اینک بپاست، بکردند گمراه خلقی زراست. همانا کسی هست هم دین من، که او راه جوید از آیین من. بلکه بنوت انبیا بنوت فرزندی نیست، بنوت عقیدتی است. همانا کسی هست هم دین من، او راه جوید از آهین من. ولی هر کس از من بگردید دور، تو دانی و او ای رحیم و غفور. قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقتی که ابراهیم علیه و نبینا الصلاة والسلام این دعا را کرد، ای پروردگارا این شهر رو امن و امان قرار بده، اجعل، این کلمه جعل قرار دادن و در نمودن همون کلمه است که شیعه باش بازی کرده، هزاران تحریف کرده ملایان شیعه البته، و امامت دروغین ازش جعل کردن، یک امامت جعلی را از این کلمه جعل کردن. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. پروردگارا نگفت که من خودم فوت میکنم امن و امان میشه به ولایت خودم، همچنان که راپزیان مشرک جعل کردن، بلکه دست نیاز و سوی خدایش دراز میکند و از اون میخواهد که این شهر رو محل توحید و امن آرامش درش قرار بده. بعد که ابراهیم از امتحانات الهی سربلند بیرون اومد و آنچه را خداوند به عهدش گذاشته بود پیروز و سربلند شد، خداوند خواست که این پیشوایی رو، این پیغمبری رو، این امامت رو در ذریه‌اش هم قرار بده و یا خودش پیشوا قرار بده. لیکن ابراهیم خواست که اون چی که برای خودش چه برای ذریه‌اش هم باشه دعا کرد و من ذریتی و از ذریه خودم. خداوند جل جلاله جوابش فرا رسید، لا ینال احد الظالمین. اگر ذریه تو موحد باشند بله، اما اگر مشرک باشند نه، بستگی به ذریه‌ات داره. و اینجا خداوند یک قاعده کلی رو بسیار واضح توضیح میده، اونی که اهل بیت بودن پیغمبران رهروندگان پیامبرانند، فرزندی پیامبران فرزندی خون و گوش نیست، بلکه فرزندی پیروی و اقتدای.
ولذا پیامبر اسلام ابو بکر صدیق را با وجود که اندر خونی علی بهش نزدیکتر بود لیکن او را پیش امام مردم قرار نداد، ابو بکر را پیش امام مردم قرار داد که بهش نزدیکتر بود. و بالاتر از اینم گفت که یعبد الله والمؤمنون الا ابا بکر، خدا و مؤمنان جز ابو بکر را نمیپذیرند. و همه ما شما میدونیم وقتی که نوح علیه و نبینا الصلاه والسلام راجع به فرزندش تقاضایی کرد از خدا، دعا کرد، خدا من فلا تسأل ما ليس لك به علم، ای نوح آنچه را که بهش آگاهی ندارید از من سوال نکن، یعنی این فرزند تو نیست، فرزندت فرزند پیروی عقیدتی است. واسم همه من شما میدونید که پیامبر خدا علیه السلام راجب سلمانی که فارسی است، عربی هم نیست، ایرانیه، فرمود که سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما و از اهل بیت منه. همه اینها تأکید بر این میکنه که اهل بیت بودن پیامبران، بنوت پیامبران، فرزندی پیامبران، خانوادگی پیامبران بستگی به اتباع و اقتداء بشون داره. رضا وقتی که وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إن جاء إبراهيم عليه السلام دوباره به بدعتها و بتپرستیها اشاره میکنه که اینها مردم رو گمراه کردن، یعنی این بتها أضلنا كثيرا من الناس. همه اینها مصدر مادی داره، مصدر سیاسی داره، هر بدعتی، هر کجی که در هر دینی بوجود اومده مصدرش یا حاکمانن، حاکمان گمراه، یا عالمان گمراه که در راه حاکمان گمراه رفتن. انسان فکر میکنه که همیشه دنیای ماله، ولی زاده چه باسا که آلمانی دین خودشون رو به حاکمان بفروشن. در ابتدا انسان فکر میکنه که مال همه چیزه، همه زندگیشو میذاره رو جمع کردن مال و منال، درهم و دینار. لیکن در آخر زندگیش، در آخر عمرش، در پاییز عمرش، بعد از اینکه فرصت از دست رفته تقریبا، بعد فرصت توبه مونده، میفهمه که نه، مال همه چیز نیست، مال یک چیزی از چیز هاست، بلکه شاید مهمتری هست که از مال مهمتر هم. ولذا عیسی علیه و نبینا السلام میفرمود که تنها به نان نیست که انسان زنده میشه، تنها به مال نیست که انسان زنده میشه. وقتی خداوند بر قلبت تجلی میکنه و تجلی نمی کنه مگه اینکه باش ارتباط داشته باشی، مگه اینکه از هر گونه ارتباطی با بوتی، با قبری، با مرده‌ای، با زنده‌ای دور باشی، وقتی خداوند بر قلب تجلی میکنه خوشبخت‌ترین مردمی. و اگر از این نعمت بزرگ محروم شدی از بدبخت‌ترین مردمی. رب انهن اضللن كثيرا من الناس، یعنی اینهایی که به خاطر دنیا خودشون رو کشتن، مردم رو ظلمشون میکنن، خاطر دنیا، خاطر شهواتش، خاطر زینتش، خاطر مال و منالش، به خاطر زنهاش، به خاطر مقامش، یعنی اینها همه غرق که در بت‌پرستی شهوت ها هستن، در هواپرستی، اینها که هم زالند هم مزل، و در رأس اینها مراجع گمراه مده تشیع قرار داره. فمن تبعنی، هر کسی که از من پیروی کنه، یعنی تو را توحید تو را به جا بیاره همچنان که من توحید تو را به جا میارم، اون از منه. و من اصانی، کسی که نافرمانی من بکنه و شرک بورزه
ایسارو شریک قرار بده، دوازده امام شریک قرار بده، دوازده هزار پیر و پاتال و شیخ و قلندر رو شریک قرار بده. اینکه غفور و رحیم، خودت غفور رحیمی، خود دانید حسابشون رو. و مغفرت معنیش اینه که اون گناهی را که انسان انجام داده خداوند از اون گناه شفاش بده، این مغفرته، بخششه. اما تکفیر چیه؟ تکفیر اینه که اون بدی رو کلان فراموش کرده باشه، پاک شده باشه. عفو یا بخشش چیه؟ اینه شما در حق کسی گناهی کردید، اون تو رو ببخشه. پس تفاوت خیلی دقیقه بین عفو و تکفیر و مغفرت. هر گناهی، هر بدی در نفس انسان گویه که یک صفحه، شما چطور می نویسین رو صفحه اثری میذاره؟ هر بدی در نفس انسان یه اثر داره، یه اثر داخلی داره. و از شعم این اثر اینه که حجاب میشه، مانع میشه بین تو و بین خداوند. وقتی خداوند این بدی رو مغفرت کنه، یعنی این گناه رو پاک کنه، مغفرت یعنی پاک کردن گناه. سیئه بدیه، بدیه چیزی که تو رو ازش بد بیاد، خداوند در مقابلش یک عمل صالح و نصیبت میکنه که این بدی رو برداره. این تکفیره. هر کی بدی انجام بده، خداوند با وسیله عمل صالح اون بدی رو ازش پاک میکنه، یعنی عمل صالح نصیبش میکنه که این بدی رو پاک میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنه ها، خوبی ها، بدی ها رو از بین میبره. درست مثل انسانی که بر کسی سب و شتم کرده، اثر بدی گذاشته، روز دوم میبینه این انسان توی جوی افتاده داره غرق میشه، اون فریاد میزنه میره نجاتش میده. این عمل خوب اون عمل بد رو پاک کرده، اون سب و شتم دیروز رو پاک کرده. تکفیر اینه، این که خداوند به شما عمل صالحی نصیب کنه که عمل بد رو از بین ببره. کفر عنهم سیئاتهم، باز عرض میکنم، خود بدی، خود سیئه یک اثر روحی داره، یک اثر داخلی در نفس انسان داره. مغفرت وقتی که میاد نور خدا میرسه و نفس انسان رو از این بدی پاک میکنه. عفو راجع به کسی که شما بدی کردید، اون حق خودشو میبخشه. و دوباره عرض میکنم که کار اشتباه ممکن انسان راهی رو اشتباه بره و سعادت دور بشه. و اشتباه یک چیزه، گناه یک چیزه، سیئه یک چیزه، معصیت یک چیزه. بدی کفاره داره، گناه مغفرت داره، سیئه پاک کردن داره، راه اشتباه تصحیحی داره. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، مرا و فرزندان مرا. ارتباط ابوت و بنوت، پدری و فرزندی، خداوند چون این ارتباطی رو مقدس قرار داده، هیچ ارتباطی بعد ارتباط با خداوند مقدستر از ارتباط با والدین نیست. ولذا خداوند می فرماید که در بعضی از آیات، و اذا قضیتم مناسککم، وقتی که مناسک حج رو انجام دادی، اذکروا الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکر، چطوری یاد پدر مادران تی خدا را اینچونی ذکر کنید، یعنی همیشه یادش باشید یا بیشتر از اون. فمن الناس من یقول، بعضی از مردم میگن که خدایا به ما دنیا بده و اینها در آخرتش نصیبی ندارن.
مقصود اینه که پدر چه مکانت و چه مقامی پیش خداوند داره که اینچونی خداوند در معرض عباد خودش ذکرش میکنه. گویا خداوند از من شما میخواد همچنان که والدین خود ذکر میکنیم، پدر خود پدرمونو بیادش هستیم، او را اینچونی ذکر کنیم. یعنی اینکه ای فرزندان، ارتباط بین شما و بین پدرانتون خداوند این ارتباط رو مقدس قرار داده. و از علامت های قیامت اینه که فرزند آق پدرش کنه، آق مادرش کنه و در مقابل و دوستش نیکی کنه. با دوستش مثل یک فرشته خوش رفتاره، با پدرش مثل یک فرعونه. کسی که با پدرش بد باشه، با والدینش بد باشه، با دوستانش خوب باشه، این خودش یکی از علامت های قیامته. یکی از علامت قیامت اینه که فرزند مثل یک غصه میشه در قلب به پدر و مادر. و جنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانه منی. هر انسانی که به پیامبر ایمان داره از اهل بیت پیامبره، بنا به قول بسیاری از فقها. قال یا نوح انه لیس من اهلک. ای نوح، این فرزندت از اهلت نیست. انه عمل غیر صالح، عمل غیر صالح انجام دادی. فلا تسأل ما لیس لك به علم، اون چرا که نمیشناسید نمیدونید از من تقاضا نکن. انی اعوذ بک ان تکون من الجاهلین. انی اعیذک، من نصیحتت میکنم، من خداوند نصیحتت میکنم که از جاهلان نباشی. فرزندش میگه لیس من اهلک. لذا ای مسلمان، تو با مجردی که شهادتین گفتی به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ارتباط داری، مادامی که متقی هستید، مادامی که دین دارید، مادامی که عقیده دارید. ولذا رسول خدا صلی الله علیه و سلم طوری که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که وقتی که این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد و فرمود یا معشر قریش، ای گروه قریش، یعنی ای گروه خودم، ای جماعت خودم، یا کلمه میسش اشترو انفسکم، خودتون رو از خدا بخرید. لا اغنی انکم من الله شیئا، من شما رو چیز از خدا بی نیاز نمی کنم. پیامبر میفرمود من شما رو چیز از خدا بی نیاز نمی کنم. مشرکان پلید امام تراش مردم رو به قبرها چسبوندن تا جیباشون رو خالی کنن، تا با احساساتشون بازی کنن. لا اغنی انکم من الله شیئا، من شما را از خدا چیزی بی نیاز نمی کنم. ای بنی عبد منا، من شما را از چیزی از خدا بی نیاز نمی کنم. ای عباس ابن عبد المطلب، من تو را از خدا بی نیاز نمی کنم. ای صفیه امه رسول خدا، من تو را از خدا بی نیاز نمی کنم. ای فاطمه دختر محمد سرینی من مالی ماشیه، هرچی از مالمو می خواهی سوال کن. لا اغنی انکم من الله شیئا، من تو را از خدا بی نیاز نمی کنم. این حدیث متفق علیه، بخاری و مسلم روایتش میکنن. یعنی هر کسی با عمل خودش. در روایت دیگر است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود من سلک طریقا یطلب فیه علما سهل الله له به طریقا من طرق الجنه. کسی که راهی بره که دنبال علم باشه، دنبال خداشناسی، دنبال قال الله و قال رسول، دنبال فهم درست دین، خداوند راه جنت رو براش آسان میکنه. و من ابتأ به عملو لم یسر به نسبو، کسی که عملش اونو به تاخیر بندازه نسبش براش کاری نمیکنه، حتی از اهل بیت هم باشه. این ارتباط درست عقیدتی است در اسلام. ولذا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه به خال رسول الله صلی الله علیه و سلم به سعد بن ابی وقاص میفرماد که لا یغرنک انه قد قیل خال رسول الله، این تو رو مغرور نکنه که گفته بشه که این خال رسول الله برادر مادرشه. فالخلق كلهم عند الله سواسیه، مردم همه در مقابل خدا برابرند.
ليس بيني هو بينهم قرابة إلا طاعتهم له. بينشون هش نزيكي خشوان ديني جوز بطاعتشون بقدوان. يعني تنها طاعت شرعيست كترو بخدا نزيك مكونه ومعصيت كترو از خدا دور مكونه. الان بر سر قبرو هرشي دلت غلول بخور جوز نزيكي بشيطان هش سودي بتني برسونه. ولذا جنید بغدادی رضی الله تعالی عنه ازش سوال شد که دوست خدا ولی خدا کیه؟ آیا اونی که در هوا میپره؟ اونی که رو آب راه میره؟ گفت نه، دوست خدا اونی که در پیش حلال ببیندش در پیش حرام نبیندش. دوستی خدا، ولایت خدا تقید به شرع خداست. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أن هيك إيمان أوردان از إمامات خبري نيست وهجرات كردن وجهاد كردن بمالشون بجانشون همين هذا راه خدا إنا مهاجران. والذين آووا ونصروا أن هيك معبا دادن بمهاجران ونصرات كردن أهل مدينة أولئك بعضهم أولياء بعض إنا دوستان هم ديگران. والذين آمنوا ولم يهاجروا هناك إيمان أوردان لكن هجرات نكردن ما لكم من ولايتهم شيء شما هكي باونها ولايت ودوسي ندرد مگه كي حتى يهاجروا مگه كي هجرات كنن. ونستنصروكم في الدين عليكم النصر اگه تلو نصرات كردن بعد كمكشون كنين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق اگه قومي كي بين شما ونهم قرارات وجود داره والله بما تعملون بصير خداوند به آنچه که عمل میکنید آگاهه. یعنی ای مردم اصل عمل خودتونه. رب انهن اضللن کثیرا من الناس ای خدایا این بتها این قبرها این امامزاده ها امروز بسیاری از مردم گمراه کردن. فمن تبعنی فانه منی هر کسی ابراهیمه هر کسی از من پیروی کنه یعنی دستور تو رو اجرا کنه اون از منه. در بعضی روایت هست که انا جد کل تقی ولو کان عبدا حبشیا من جد هر متقی هستم اگرچه برده حبشی باشه. ولذا در سوره آل عمران می خونیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله بگو اگر خدا را دوست دارید مرا اطاعت کنید. نگفته در دینم بدعت بگذارید سینه بزنید زنجیر بزنید. يحببكم الله اگر از من اطاعت کنید خدا من شما را دوست خواهد داشت. و یغفر لكم ذنوبكم گناهانتون را میبخشه الله غفور رحیم خدا من غفور رحیمه. و من عصانی اینجا در توبه بازه و اینکه غفور رحیم مخشده و مهربانی یعنی کار دستوی دست من نیست. در روایت دیگر اهل ذکری اهل مودتی کسانی که یاد من میکنن نه اینکه هندل میزنن در قبرها علی علی و حسیس و اج اج میکنن مثل چارپایان. اهل ذکری اهل مودتی اونایی که یاد من میکنن اینا دوستان منن از من کمک میخوان ذکر مرا میکنن تسبیح مرا میگوین تنزیه مرا میگوین. اهل شکری اهل زیادتی اونایی که نعمت های برای سپاس بگذارن اونها رو من بیشتر ادا میکنم بیشتر بهشون نعمت میدم. اهل معصیتی لا اقنتهم من رحمتی اونهایی که نافرمانی من میکنن من اونها رو از رحمت خودم مایوس نمیکنم. ان تابوا فانا حبیبهم اگه توبه کنن من دوستشونم مثل دوست باشون رفتار میکنم. و ان لم یتوبوا فانا طبیبهم اگه توبه نکنن من پزشکشونم معالجهشون میکنم. ورزه در بعضی روایت هست که وقتی که انسان گناهکار توبه میکنه سوی خداوند صلح با خدا میکنه منادی صدا میده در آسمان ها و زمین که به فلانی تبریک بگوید که با خدایش صلح کرده. از انس بن مالک روایت که خداوند میفرماید که ابن آدم ای بنی آدم
ما دعوتني ورجوتني، ما دامك ما دعا بكنيد، نميكي يا حسان يا حسين يا علي يا تقي يا نقي يا جيلاني يا عين يا عون، ورجوتني أميد من داري غفرت لك على ما كان فيك. هرچه انجام دادیم از من بخشش خواستی تو رو بخشیدم. ابنی آدم من اهمیت نمیدم، بخشش میبخشم اگرچه گناهانت به انان آسمان رسیده باشه، گناهانت به آسمانم رسیده باشه و از من طلب مغفرت کنی غفرت تو کلا ولا اوباری، میبخشم تو اهمیت نمیدم، میبخشم ابن آدم. ابنی آدم اگر اونقدر اشتباه کرده باشی که زمین و پر از اشتباه کرده باشی، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، دوباره بدون شرك پیش من اومدی، بدون قبر پرستی، بدون امام پرستی، بدون عيسى پرستی، لا اتيتك بقرابها مغفرة، من به همون اندازه گناهانت مغفرت بهت میدم مادامی که امیدت به منه. ومن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. ولذا اگر انسانی به معصیت افتاد مایوس نشید ازش. این روش جماعت تبلیغ خوبه، باید ازشون یاد بگیریم، از معصیت کارانو ترد نمی کنن، باشون حلیمن، برای که معصیت کار وقتی که به خدا باز بگرده خدا من به حافظانش، هر انسانی از من شما دوتا ملک داریم که بدیه ها و نیکیه ها رو میسن، به فرشته، به فرشتگان، به زمینی که اون اشتباهات روش انجام داده، همه اینها رو اون گناهانشون رو به فراموشی میسپارند. خداوند این گناهانشو کاری میکنه که این گناهانشو فراموش کنن و خود خداوند میبخشدش، برکه توبه ما قبلشو پاک میکنه، اسلام ما قبلشو پاک میکنه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شلكين عيرو درجة سيدوبهم إذا ما خفهم دار. آقای عبدالعزیز هدایت شده، متاسفانه امشب هم صدا خرابه، دقیقا با برنامه زنده هم صدا خراب میشه، والا نمیدونم چه کار کنم. یه دوستی وعده داده سه شنبه بیاد، انشالله که بیاد درستش کنه. آقای هدایت شده اصفهانی هیئتی، ماشاءالله مدت هاست خبری از شما نیست. سلام درود خدا بر شما صدور، خوشحالم پس از مدت ها محرومیت از قید شبانهی که در خلال برنامه زنده و از محضر حضرت عالی نصیب من میشود، مجددا این توفیق را امشب دارم که از کلام و علمتان و نامه های پربارتان و برنامه های پربارتان کس پیس کرده و بر علمان افسوده و بر ایمانمان استوارتر افزایشته باشید. آمین یا رب. من هم شما رو و هم بقیه هدایت شدگان رو در رمضان از دعا فراموش نکردم. خداوند حج نصیب کنه، انشاءالله کم براتون تو آخام کرد و خوشحالم که وجودتون حس میکنم. آقای سلطان سلیم، دیدنی مناظره جذاب اهل سنت چی؟ ظهور مجدد قزوینی چطور، در کجایی؟ آقا امین در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوبی مراشی؟ خوب شما آقا امین. تشکر. سلام. آقا امین شما خوبی برادر؟ الحمدلله، شکر خدای اعلی. آقا امین جانم، خداوند میفرماید من از نگردم به شما نزدیک‌ترم.
بخواهید من را تا استجابت کنم شما را، درسته؟ کاملا درسته. پس چرا خداوند نفرمود که پیغمبرا، اماما، علما، اگر یک ازم به شما نزدیک کردن از آنها بخواهید؟ این یک مورد. همینجا وایستا، همینجا، همینجا میدونه که گیر میکنه. الان این تلویزیون ولایت نیست، حتما جای دیگریه یا یوتیوبه. نه اجازه بدید همینجا وایستا. بسیار خوب، آیه 64 سوره نساء، ولو انهم ظلموا انفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. چرا گفته واستغفر لهم الرسول؟ احمق بی عقل، اونا گفت جاوکا، اینا که پیش تو اومدن، این در زندگیشه. آیا علی رفت سر قبر پیامبر طلب استغفار کرد؟ اینقدر بی سوادی؟ مگر خدا از رگیردن نزدیکتر نیست؟ چرا میگه برید پیغمبر برای شما استغفار کنه؟ اجازه بده آقای قزوینی. نه دونه دونه دیگه، اللهم بیر ببیر. آقا گیر بگیر، برکه دعای پیغمبر رد نمیشه، برکه دعا کردن انسان بر انسان دیگه نه که جایزه بلکه مطلوبه. حتی من شما بر خود پیغمبر دعا میکنیم، اللهم صلی علی محمد، این دعایه. این قزوینی نفهمی چیزی رو میفهمه؟ شما میگید خدا از رگ گردن نزدیکتره، چرا ما به سراغ دیگری برویم؟ من آیه قرآن برای شما خواندم دیگه. بسیار خوب، شما قبول دارین که خداوند قدرت مطلق بالاترین قدرته؟ ببینید، من ببینید امروز چند تا آیات آوردم. ببینید عزیز من، خدای عالم قدرت مطلق استقلالی. چرت پرت دیگه، چرت پرت. سلام علیکم. واجا من نمیشتیم بلند نام جگر من چیوم بکنم. واجا من هم نمیشتم بلد نیستید، هم فارسی بلد نیستید. دوستان بینندگان ما که بلوچی نمیدونن، آقای جهان پرور افغانی از آلمان، تمام شد در این ناباوری مذاکره قرن بین ایران و غرب امضای نهایی شد پس از 40 سال. یعنی چی؟ درود و 200 بدرود به شما خوبان. دیگه جونی برام نمونده بخوام براتون خبر بخونم. اصلا دیگه حالم بد میشه وقتی این اخبار رو میخونم. بغض گلوم، باور کنین بغض گلوم رو میگیره. خیلی وقتا سیاسیه، خیلی آدم طولانیه. 10 دقیقه برای بگذاری بچین. امسال ساعت ایران تغییر نکرده، ساعت افغانستان یک ساعت جلوتره. بله دوستمون درستش کردی موضوع رو، خیلی مشکرم تذکر دادی. آقای محمد افغان چیز خاصی از شما نمیگم. رسد بلوچستان، حکم اعدام، اجرای حکم اعدام یک زندانی بلوچ در زندان گرمسار. روز گذشته 6 خرداد 1402 حکم اعدام یک زندانی بلوچ به نام عبدالباسط توتازهی فرزند عبدالغفور در زندان شهرستان گرمسار استاد سمنان به اجرا درآمد. عبدالباسط 39 ساله متأهل دارای فرزند بوده، خدا رحمتش کنه. گفته میشد این زندانی بلوچ 10 سال قبل تحت اتهامات مرتبط مواد مخدر در شهرستان گرمسار بازداشت شده بود. خدا رحمتش کنه. شناسایی چهره یکی از نیروهای لباس شخصی سرکوبگر در زاهدان. یکی از نیروهای لباس شخصی که در زاهدان و چابهار در سرکوب آزادی خان حضور پررنگی داشت شناسایی شد. گفته یکی از بازداشت شدگان
این فرد در بازداشت دستکم 7 جوان بلوچ حضور داشته است و در تظاهرات زاهدان چابهار حضور پررنگی داشته و مبارزان را شناسایی سپس بازداشت میکرده. و در نام افراد این فرد که شکنجهگران نیز بوده است. کسانی که از هویت و شخصات این فرد اطلاع دارند جزئیات را برای ما ارسال کنند. اینم عکسش. صوت که صدا خیلی هم خوب است. شما چون از اینترنت میشنوید، اونی که از اینترنت میشنوند میگن صدا خوبه. استاد عبدالحمید عالی شهادت گویی و مسلمان شدن. اشهدو الله الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله يا ابو عاصم ما شفتك. شكرا يا ربي شكرا، لقيت قلبي شكرا، ودربي شكرا. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن. الله خير شو بده ودين شو وإيمان شو بركات بده. أخي يوسف أتلسن كم يجي صداتون واضحة شو ما شو لازم إنترنت مشنوي. تا زمانی که صدا در ماهواره خیلی خوب نیست، من سعی میکنم برنامه ها مختصر باشه تا این مشکل صدا هم حل بشه. آقای شهدرازی، صدا تصویر از طریق بخش زنده اینترنتی خوبه. بله از اینترنت خوبه، از ماهواره. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خطر اینها به مراتب و به مراتب از حرفهای ابن تیمیه، احسان الهی، زهیر، دکتر بخاری و امثال او بیشتره.